سرخط خبرها مهم و تازه. وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان مخالفان سیاسی طالبان را در اسلام آباد جمع کنند. طالبان ندا پروانی و همسرش را پس از نزدیک به 3 ماه از زندان آزاد کردند. چین شورای امنیت تحریم ها را بر طالبان تعدیل کند. و همچنان در پایان حادثه که باعث شد مرکز شهر را فلج کند. پس از حمله مرگبار بر یک پایگاه پلیس پاکستان در منطقه دره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا، جان اچکزی وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان این کشور میگوید که اسلام آباد مخالفان سیاسی طالبان را جمع کنند. سوشال نیوز گزارش داده که این پیشنهاد همزمان با سفر جنرال سید آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به آمریکا مطرح شده است. اچکزی همچنان گفته است که اسلام آباد باید پایگاه‌های هواپیماهای بدون سرنشین را به آمریکا ارائه دهد تا پناهگاه‌های القاعده و دیگر شبه نظامیان در افغانستان را هدف قرار دهند. وی افزوده است حمله در دیره اسماعیل خان از تمام خطوط سرخ امنیت ملی پاکستان عبور کرده است. وی در کنار این درخواست 7 پیشنهاد ضد تروریسم دیگر از جمله حملات تلافی جیانه در افغانستان، بستن مرز با مرزها، بازگرداندن پناهجویان افغان و تجمع مخالفان سیاسی طالبان در اسلام آباد را نیز داده است. اچکزی تصدیق کرده است پیام را به طالبان افغانستان ارسال کنید که ما دیگر هیچ بازی دوگانه ای را تحمل نخواهیم کرد. دیگر بس است. پیشنهاد اچکزی زمان مطرح شده که فرمانده ارتش پاکستان در امریکا به سر میبرد و نشست های مهمی با مقام های پنتاگون و وزارت امور خارجه این کشور داشته است. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از دیدار لوید آستین وزیر دفاع این کشور با آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان خبر داده بود. این وزارت در خبرنامه نوشته است که دو طرف درباره تحولات اخیر امنیتی منطقه و همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو کردند. طالبان ندا پروانی و همسرش را پس از نزدیک به 3 ماه از زندان آزاد کردند. منابع می‌گویند که ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و همسرش از زندان طالبان آزاد شدند. یک عضو زنان معترض افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش گفت ندا پروانی همراه با همسرش که حدود 3 ماه پیش از سوی طالبان در کابل بازداشت شده بود روز پنجشنبه از بند این گروه آزاد شدند. با گفته وی خانم پروانی در این مدت با انواع شکنجه روبرو شده و اکنون توان صحبت کردن را ندارد. این عضو زنان معترض افغانستان تایید میکند که طالبان پروانی و همسرش را با قید ضمانت از بند آزاد کردند. چین شورای امنیت تحریم ها را بر طالبان تعدیل کند. گونگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد میگوید که به منظور رسیدگی به وضعیت بد بشری مردم افغانستان شورای امنیت باید تحریم هایش علیه رهبران طالبان را تعدیل کند. با گزارش شینهوا شوانگ این موضوع را پس از تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت بر طالبان و گروه های مرتبط با آنها بیان کرده است. افغانستان در مرحله اساس بازسازی مسالمت آمیز قرار دارد. جامعه بین المللی باید توجه و تعهد خود را حفظ کند، تعامل سازنده با طالبان را تقویت کند تا افغانستان از وضعیت بد بشری خارج شود. این شورا در این نشست در مورد عدم معافیت سفر 11 مقام طالبان هیچ اشاره ای نکرده است. آماج نیوز در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد اوقوع انفجار در ولسوالی رخی پنجشیر. منابع ملی در پنجشیر با آماج می‌گویند که دقایق قبل انفجار در ولسوالی رخی ولایت پنجشیر رخ داده است. تا اکنون از چگونگی و جزئیات این رویداد گزارش در دست نیست. طالبان نیز در این مورد چیزی نمی‌گویند. این در حالی است که روزنامه 8 صبح در سایت خود گزارش می‌دهد ادعای جبهه آزادی دو طالب را در پنجشیر کشتیم. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پای حمله افراد این جبهه بر مدیریت استخبارات طالبان در ولسوالی رخی پنجشیر دو جنگجو این گروه کشته شده است. این جبهه با نشر نوار تصویری در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که این حمله شامگاه پنجشنبه 23 قوس انجام شده است. طبق ادعای جبهه آزادی در این حمله یک عضو دیگر طالبان زخمی و به ساختمان مدیریت استخبارات این گروه در رخه خساره وارد شده است. مسئولان ملی طالبان در پنجشیر تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که هفته پیش نیز جبهه مسئولیت حمله بر دفتر والی طالبان در این ولایت را بر عهده گرفته بود. جبهه آزادی در آن زمان ادعا کرده بود که در پی این حمله 4 جنگجوی طالبان کشته شده است. طالبان مثل همیشه سکوت هستند. فرانسوی ها سخنرانی پوتین را تحسین کردند. فلوریان فیلیپیت رهبر حزب میهن پرستان فرانسه در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وقتی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا را با همدستان مقایسه میکند کاملا درست میگوید.
با گزارش اسپوتنیک این گونه است که او در مورد سخنان ولادیمیر پوتین در کنفرانس مطبوعاتی بزرگ و مستقیم صحبت کرد و در آن رئیس جمهور روسیه خاطر نشان نمود که بسیار از رهبران اتحادیه اروپا در ظاهر سعی میکنند مانند جنرال فرانسوی شارل دوگل قهرمان به نظر برسند، اما در عمل مانند مارشال رفتار میکنند. فیلیپ پتین که در طول جنگ جهانی دوم همکار و تسلیم اراده اشغالگران شد، فیلیپو نوشت وقت پوتین امروز رهبران کشورهای اتحادیه اروپا را توصیف میکند 100% درست میگوید. این سیاستمدار موافقت کرده است که رهبران اروپایی حاکمیت خود را از دست دادن و برخلاف منافع کشورهای خود عمل میکند. قابل ذکر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی بزرگ همراه با خط مستقیم نتایج سال 2023 را خلاصه کرد. ارتباط با خبرنگاران و ساکنان کشور 4 ساعت و 4 دقیقه به طول انجامید. فیلیپو موافقت کرد که رهبران اروپایی حاکمیت خود را از دست دادن و برخلاف منافع کشورهای خود عمل میکنند. هشدار پوتین به اوکراین: روزی مفت به پایان میرسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که اوکراین دیگر تقریبا هیچ چیز تولید نمیکند، اگرچه تلاش میکند بقایای صنعت را حفظ کند. به گزارش اسپوتنیک پوتین در نشست سال گفت همه چیز برای آنها میآورند با عرض مزرعه، همه رایگان است، ممکن است روز تمام شود و ظاهرا کم کم تمام میشود. وی تصدیق کرد که غرب هر آنچه را که وعده داده بود به اوکراین و حتی بیشتر از آن تحویل داده است. روسیه این تجهیزات نظامی را در تمام مناطق نظامی شمالی نابود میکند. کنفرانس مطبوعاتی سالانه بزرگ امسال با یک خط زنده ترکیب شده است. وضع قوای مسلح روسیه در خط تماس عالی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جمع بندی سال بیان کرد و گفت که قوای مسلح روسیه در حال بهبود موقعیت خود در طول تقریبا تمام خط تماس در منطقه عملیات ویژه هستند. ولادیمیر پوتین رهبر روسیه افزود تقریبا در طول تمام خط تماس قوای مسلح ما به طور متوازیانه در حال بهبود موقعیت خود هستند. پوتین همچنین گفت که از آغاز حمله متقابل اوکراین قوای مسلح روسیه 747 تانک قوای اوکراین و تقریبا 2.3 هزار ماشین زرهی دار را منهدم کردند. سرگی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعاتی خارجی اوکراین گفت علی‌رغم شکست حمله متقابل قوای اوکراین، کیف استراتژی برکنار گذاشتن مذاکرات صلح با روسیه را حفظ میکند. کانگرس آمریکا قطعنامه انجام تحقیقات برای استعفای بایدن را به تصویب کرد. نتایج رأی‌گیری نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان ایالات متحده به قطعنامه رأی مثبت داده است که اجازه می‌دهد تحقیقات بیشتر برای استعفای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انجام شود. این قطعنامه 221 رأی موافق و 212 رأی مخالف دریافت کرد. این سند پیش از این مورد حمایت کمیته مربوطه مجلس نمایندگان قرار گرفته بود. این کمیته و کمیته های بودجه نظارت و قضایی دستور می‌دهد تا تحقیقات بایدن و اعضای خانواده‌اش را ادامه دهند تا مشخص شود که آیا زمینه های کافی برای استعفا وجود دارد یا خیر.